قسمت 47 مسابقه کیک پزی. بچه اونجا نگاه کنی، یعنی چه خبره؟ مثل اینکه یه چیز جدیدی رو برد زدن. لیلا جونم کار خودته، یه نگاه بنداز ببین چی توش نوشته. باشه. به نظرتون این چیه؟ اختتامیه جشنواره کیک پزی. خیلی خوب بچه ها، ساکت باشین لطفاً. ساکت. میخوام نتایج داوری رو اعلام کنم. رقابت خیلی خوبی بود، همه خیلی زحمت کشیدن، مهمم تلاش شما بود. اما برنده ها، گروه اول، گروه شماره 6. خودم میرم، لازم نیست شما بیاین. بفهمید عزیزم. ممنون. خب ما هم همگروهیش بودیم، چرا تنها رفت اونجا؟ فکر میکنه همه کارها رو خودش کرده. خب و اما گروه دوم، گروهی که من خودم شاهد بودم که چقدر خوب با همکاری هم کار میکردن و همین همکاری باعث برنده شدنشون شد. گروه دوم، گروه شماره 7. لطفاً تشویقشون کنید. یا گلوخ جون مبارکتون باشه. محسا جون مبارکت باشه. مبارکت باشه لیلا جونم. آفرین، خسته نباشین بچه ها. فقط باید برای 2 هفته دیگه بیشتر از این آماده باشین. تو مسابقه منطقه قراره همه شرکت کننده ها یکی یکی شکلاتی درست کنن. باید از حالا تمرینتون رو شروع کنین. من دیشب داشتم جریان مسابقه رو برای بابا بزرگم تعریف میکردم. همه خرابکاریارم گفتم، کلی خندیدی. بهش گفتم اولش اصلا امید نداشتم، ولی نمیدونم چی شد که تونستیم انتخاب بشیم. چه بامزه. ولی اون گفت اتفاقا ما چون با هم کار کردیم برنده شدیم، وگرنه تنهایی نمیتونستیم. آره بابا بزرگت حق داره. کیک درست کردن کار هر کسی نیست. من از بچگی تو کیک پختن استاد بودم. الان کل فامیلمون از من کمک میگیرن. اگه راست میگی پس چرا با اون 2 نفر هم گروه شدی؟ من از اولش گفتم احتیاجی به گروه ندارم، ولی خانم معلم نذاشت. چه مغرور. آره گلرخ، تو تا حالا کیک شکلاتی پختی؟ نه نپختم تا حالا. از مامانم پرسیدم، اونم گفت خیلی خوب بلد نیست. خب میتونیم از رو کتاب آشپزی درست کنیم. بد فکری هم نیست. چطور امروز بعد از ظهر بیاین خونه ما؟ سر را چیزایی که میخواییم میخریم. موافقم، ولی میگم مزاحم نباشی. ای چه بیمزه. مامانم از قبل گفته بود که برای تمرین میتونیم توی خونه ما جمع شیم. چه خوب، پس میتونیم زودتر کارمون رو شروع کنیم. تخم مرغ‌ها اضافه کرده و خوب به هم بزنیم تا مخلوط صاف و یک دست شود. و خمیر رو در قالب ریخته آن رو درون فر بگذاریم و بعد از تنظیم تایمر اجاق روی نیم ساعت. ولی اجاقتون که تایمر نداره. خب شاید چون از این اجاق قدیمی هست. اشکال نداره، خودم نیم ساعت دیگه بهتون خبر میدم. باشه. چه جوری؟ مگه تو تایمر داری؟ ها؟ نه، ولی ساعت که دارم. محسا جون نیم ساعت نشد؟ چرا، فکر کنم خیلی هم بیشتر شده باشه. خدا رو شکر سالمه، نسوخته. چقدر پف کرده، عجب بویی هم داره. من دیگه طاقت ندارم، میتونم ازش بخورم؟ نه، مگه نمیبینی چه بخاری داره ازش بلند میشه؟ خیلی داغه دختر، باید بذاریمش تا به پنجره تا هوا بخوره و خنک بشه. او چه سفتیه این سنگه، چقدر بدمزه. خیلی سفت شده، باید همین جوری باشه؟ فکر نکنم. چاقوتو بیشتر فشار بده. دارم سعی میکنم. وای نگاه کن چقدر ظرف کثیف کرده.
خب چی کار کردین خانم و آشپز؟ مامان شما میدونین چرا انقدر صف شده؟ حتما یه جایی کارو خراب کردین، مگه از رو کتاب درست نخوندین؟ چرا خوندین؟ خب ببینم، ظاهرن که همه چی درسته. ببینم چقدر تو فر مونده. بکنم یه ساعتی شد. خب واسه همین صف شده دیگه، اینجا نوشته نیم ساعت. خودم دیدم، ولی آخه چون فرمون تایمر نداشت نفهمیدم چقدر گذشت. خب بچه منو صدا میزدی، ما یه تایمر کوچولو داریم واسه همین موقع هاست، تای کشوی قاشق چنگال هاست. تازه از ساعت دیواری هم میتونستی کمک بگیری. ببخشید حواسم پرت شد. عیبی نداره دخترم، حالا بیاین یه دفعه دیگه با هم درست کنیم ببینیم چی میشه. باید حسابی علکش کنیم. خوب هم باشه. خب حالا بذارش تو فر. آفرین. خلاصه اینکه شراره همش داره از خودش تعریف میکنه، میگه اگه خودش نبود هیچ کاری پیش نمیرفت. عزیزم خودپسندی آفت خیلی بزرگیه برای آدم ها، اینجور آدم ها بیشتر وقتام تنها. بله درسته، متاسفانه شراره هیچ دوست درست حسابی نداره تو مدرسه. راست میگه. بچه بیاین فکر کنم آماده است. خب بذارمش اینجا تا یکم خنک بشه. بوری بابا مفت گرونه کیکاجو. وای چه بویی نوشه جان. به این میگن کیک واقعی واقعی. حتما میشه بشه من موزیک تر بذاری. بله عزیزم خوشمزه است، کاش نمیخوردیمش میذاشتیمش واسه مسافر. ببین اون جایزه به خاطر زحمات خودمه، فقط منم دارم زحمت میکشم تو این گروه، اصلا گروه ها من دارم میچرخونم، اون دوتا کاری نمی کنن که. ما دیگه نمیخوایم تو گروه تو باشیم. بودین حالا؟ آخه اینجوری که خیلی بد میشه. از روز مسابقه همه جا پر کردی که همه کارا رو خودت کردی، یعنی ما هیچ کاری بودیم دیگه. شما فقط وسایل به من دادین، چی کار کردین مگه؟ مهم اینه که آدم بدونه چطوری از اونه استفاده کنه، بدون من که عمرن نمیتونستین برنده بشین. حالا که فکر میکنی تنهایی هم میتونی برنده بشی، خودت تنهایی برو مسابقه، من که دیگه نیستم. منم نیستم، بریم. هه هه باشه برین، وقتی تو اون مسابقه من اول شدم میفهمین کی باعث بردنتون شده بود. موفق باشید دخترم لیلا. بچه من دلم بازم شور میزنه. نگران نباش، مطمئنم که کار ما از بقیه بهتره، چون حسابی با هم هماهنگی. اینا رو محسا جون خوب باید به هم بزنیم. وانیل یه قاشق چای خوریم. انقدر بسته به نظرت؟ نه کمتر برداری بهتره. بسته به نظرت؟ آره خوبه. حالا باید بیکینگ پودر رو شیر رو اضافه کنیم. بیا اینم بیکینگ پودر. ممنون. چقدر سفته اینجا رو بار. چقدر بد شد. بگیر بابا جان یکم دقت کن. وای سر آی سرم. خانم ها 30 دقیقه بیشتر از وقتتون باقی نمونده. چه طرح قشنگی. خانم اجازه، ما گفتیم چون کارمون گروهیه طرحمونم گروهی باشه. بذار از کیکتون بخوریم ببینیم مزهش چطوره. بفرمایید امتحان کنی. اون چه خوشمزه است، طعمش هم که خوبه. چرا کیک شراره وا رفته؟ حتما یادش رفته بهش بیکینگ پودر بزنه، برای همین پف نکرده. خب میریم سراغ امتیازا. خب معلومه آدم تنهایی نمیتونه.
خب امتیازها رو اعلام میکنیم. گروه اول گروه شماره 12، تشویقشون کنید. تشویق.